خداییش اگه بیسیم باشه بهتر نیست؟ با حدود هزینه 23 هزار تومان نیازتون به داشتن یه موزر 5 میلیونی شارژی تایپ 1400 رفع بشه و از شر سیمش خلاص شید. پس با من باشید و کامنت هم حتما بذارید. بریم بسازیمش. این سیم پیچشو برمیدارم. جاش یه دونه از این آرمیچرا میذارم. مخصوص ریش تراشا از 3.6 ولته. کوچکترش هم هست با ولتاژ 2.14 ولت. این دامن حرکتش فکر میکنم دامن حرکت مناسب تری باشه. توی ویدیو دیگه جزئیات باز کردن و تعمیر موزه رو گفتم. لینکش هم میذارم اینجا. این شانه متحرکه یه حرکت نوسانی کوچیکی انجام میده که طبق همون نوسان برق شرق اتفاق میفته. ببینید من میخوام حرکت نوسانی رو بهش برگردونم. اون تا اینجا مشکلی که هست که اینجا دو تا پیچ روی بدنه این محکم نگهش داشته. باید حتما اینو آزادش کنم. اولین قسمت اینه که یک لولای خیلی نرم و روون بهش بدم. از این بوربورینگ ها استفاده میکنم. سایز 3. این بوربورینگ رو من اینجا قرار میدم. تا آخرش با هم باشید. نتیجه خوب میشه. با یه پیچ سایز 3. هم جاش دقیق همین باشه و همین که هم سطح این باشه. به این شکل. این یه واشر ظریفی هم به اندازه قطر سوراخ داخلی بوربورینگ این به این قرار میدم. این قسمت بوربورینگ بدنه و قطر خارجی بوربورینگ به وسیله چسب و این داستان ها گرفته میشه و یه پایه متحرک لولایی درست میشه. سطح صاف باشه، یه واشر بینش قرار بگیره، لقی خیلی خیلی کم باشه، به حداقل میزان ممکن برسه. من محمد شعبانی از مدرسه فنون و عاشق ساختنم. هر چیزی رو سعی میکنم تعمیر کنم. چسبای اپوکسی دو جزئی قسمت بیرون بوربورینگ با چسب به مهار کردم. این وسطش آزاده میچرخه. این خشک بشه. از 24 ساعت این چسب خوش میشه و این بوربورینگ اینجا محکم و فیکس میشه. سطح این بوربورینگ اندازه این سطح پیچ دوم باید باشه. اگه کوتاه بود یه چند تا واشر بذارید. واشر سایز 3. بعد از این من میام اینا رو برمیدارم تا جا باز بشه برای گذاشتن آرمیچر. علل حساب اینو بازش میکنم. جای آرمیچر رو تنظیم کنین. برای این قسمتش که حالت متحرک رو به وسیله موتور بتونیم انجام بدیم من یه قطعه پلاستیکی با تفلون تراشیدم و اینجا روی این فک چکشی سوراخ احتمالاً داره. اگر نداشته باشی سوراخ ایجاد کنین و این قطعه رو اینجا میخوام بچسبم. من از تفلون استفاده کردم. ببین با این قطعه تفلون قوامش خوبه و خوش تراشه. به راحتی میتونیم با اره ببریدش. این ابعاد این قطعه پلاستیکیه، یعنی حدود 1 سانت. اینم حدود 1 سانت و 8 دهم.
این زخمان تقریبا نیم. اینجا یه شیاری یا شکافی ایجاد کردم. برای چیه؟ برای این میله پولی میره داخل این و وقتی که میچرخه این حرکت بازی رو انجام میده. خیلی جالبه. این شیارم که مشخصش باید به اندازه این پولی خودتون باشه. ببینید پولیتون چقدره. 2 میل. این الان مثلا مال من پولیم 2.5 میله. اینم یه هوا گشادتره. ببینید راحت تو این شیار حرکت میکنه. میام اینجا میچسبم. ببین من با یه پیچ سایز 3 به اندازه این شکافم 1 سانت کم و بیش. برای اینکه آرمیچر رو سوار کنم به یه براکت یا به اصطلاح یه پایه نیاز دارم که روی این بدنه بشینه. از یک گونیای یراق استفاده میکنم. سوراخ میزنم اندازه اینکه بتونم این آرمیچر روش ببندم که من اینو اینجا به کف این میچسبونم. بعد از اینکه سوراخ‌ها رو زدم و سوراخ‌ها رو یه خورده گشادتر میزنم که یه خورده جای حرکت و بازی کردن داشته باشه که دقیقاً موقع بستن بتونیم تنظیمش کنیم، مثلا بالا پایین بشه، جابجا بشه. سه تا سوراخ رو بس کردن و پیچ روی این بدنه کف این صورت و اینجا که جای پیچای این آرمیچر. محلی که مناسبه جای پیچا رو میزنم و میرم برای تنظیم کردنش که این حرکت دورانی و خوشگل رو انجام بده. محل دقیق این پیچای پایه با چسب قطره یا چسب دوقلو یا چسب یا خمیر دو جزئی بچسبونید. برای نصب باتری هم این قسمت رو من میبرم، این پلاستیکی اضافیه تا جایی که میتونید راه رو باز کنید تا بتونید باتری رو جا بدید. از باتری با این سایز استفاده کردم 14500. چیز دیگه هم که نیازه برای باترین ماژول شارژری که من میخوام اینجا قرارش بدم. ماژول تایپ میکرو USBه. حالا تایپ C هم میتونید شما بگیرید 456. این با شارژرهای معمول گوشی و اینا شارژ میشه. لبه بین درز فهمیدم که اینجا هم یه خورده باز کنم، اینم همینطور به مازاد همین یه خورده باز کنم. دقیقا لامپ نشانگر مشخص میشه، نورش میاد بیرون، خیلی چیز خوشگلی میشه. اینجا به ورودی ماژول وصل کنم. این قسمت های متحرک و پولی و اینا رو گریس میزنم. به این اونجا میام من یه پیچ گذاشتم
که این حرکت اینو کمتر بکنه، لرزش رو کمتر کنه. یه پیچی که انقدی صفر نیست که مانع این حرکت بوربورینگ بشه. این پیچ هم به صورت کاملا نمایشی میچسبونمش. برای اینکه محکمتر بشه از خمیر میلفوکس هم استفاده میکنم دوش. برای بستن درش یه دونه از جاپیچش سالمه، یه دونه جاپیچ اینجا میذارم و یه دونه ترمینال داخل ترمینال رو در میارم. متاسفانه عادت ندارم موهام بزنم، موهای این فرچه رو بزنم. خدایش اینجا دیگه دسته دیگه کلوفت انقدر که دیگه تنابه. خوش اومد، لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید و شیر کنید. اگر میخواستین تعمیر کنید، ویدیو تعمیر موزه رو توی کانال گذاشتم، دقیق جز به جز بگید که ساختنی دوست دارید یا تعمیرات. هر کدوم رو دوست داشته باشید، من سعی میکنم ویدیوهای بیشتری ازش بذارم. دوستان، به عنوان نکته آخر، اگر احساس کردین که صداش یه خورده زیاده نسبتاً، باید این نکته توجه داشته باشین که کیفیت صدای این موزر شارژی برمیگرده به همون کیفیت موزری که ابتداً داشتین. من این موزری که باش ساختم موزر بسیار بیکیفیت و جنس چینی و بازار مشترک بوده. یکی از ضرر دیگه ای که صداش ممکنه زیاد باشه به خاطر موتور 3.6 ولته. گفتم این موتور یه خورده قوی تره، موتورهای کوچکتره 2.4 ولتش هم داخل بازار هست، صداش خیلی ضعیفتر میشه اما به قیمت اینکه یه خورده قدرتش کمتر میشه. ببینید یه راه دیگه هم برای اینکه صداش کم بشه،
از این فنره، همین فنری که برای تنظیم شونه ها برای موزر برقی بود، شما این فنر رو باید دو تا از این حلقه های فنر رو کم کنید، یا از یه فنر ضعیفتر مثل همچین فنر استفاده کنید که جلوی قدرت نوسانی اینو نگیره با پیچوندن این پیش تا یه حدی نه خیلی زیاد، صداش به نسبت خیلی نرم و خوب میشه. با روغنکاری و تنظیم موزر میتونین یه موزر فوق‌العاده به نسبت قیمت فروشش داخل بازار که حدود 4-5 میلیونه با حدود 200-300 هزار تومان واقعا تا میتونید موزر شارژی داشته باشین. همینطور که میبینید صداش نرمه، انصافا من صدا رو کم و زیاد نکردم، با گذاشتن این فنر صداش خیلی خیلی متناسبتر شده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعد و یه ساختنی حرفه‌ای دیگه، بدرود.